در مورد پروندهش خودمون باید این نکته اشاره کنم. پرونده مربوط به سال 1383 هستش و در اون سال، در تابستون اون سال، به اصطلاح یک سناریو و یک پروژه‌ای در بخش امنیتی طراحی شده بود تحت عنوان برخورد با فعالان اینترنتی و در زیر مجموعه اون پروژه بود که به اصطلاح در چندین مرحله یک سری دستگیری های انجام شد. ما یکی از اون افراد بودیم که در اون سناریو دستگیر شدیم و بعد مراحلی در زندان و ماجرای زندان و بحث اعترافات و شکنجه مطرح شد که به یک نوع افرادی که بازداشت شده بودن رو میخواستن برای اینکه بازیگران اون سناریوی امنیتی باشن که به یک نوع میشه گفت تصفیه حسابی بود و یک جنگی بود، یک جناح علیه جناح دیگر، و بخاطر برای میشه گفت برای از میدون بدر کردن جریان دیگه ای بودش که ما در اون سناریو به اصطلاح یکی از قربانیان اون سناریو شدیم و تحت شرایط خاصی که اونجا بودش که حالا شرح خواهیم داد به اصطلاح اعترافاتی اونجا در زندان داشتیم که دقیقاً در چارچوب اون سناریویی بود که طراحی شده بود از پیش و زمینه بسیار بلندتر از اون مدت بازداشتی داشته، چیزی بوده چندین سال قبلش به حال زمین سازی‌های انجام شده بود تا به مرحله عملش برسه. به خود من اصلا صراحتاً گفتن که ببین این پرونده اصلا حقوقی و قضایی و اینا نیست و یک پرونده کاملا سیاسیه و تو باید با ما همکاری کنی، به این معنا که باید اعترافات و سناریویی رو که ما داریم شما کاملا بپذیری و این رو جزء اعترافات خودت بیاری. و پس از اون تازه آقای به اصطلاح بازجویی که سرمقاله‌ای رو داد که روزنامه کیهان منتشر کرده بود، همین نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان آقای شریعت مداری نوشته بود به نام خانه عنکبوت و گفت که این محوراشو باید حالا در اعترافات خودتون بیارید و فکر کنم با بعضی دیگه از بچه‌ها هم این کارو کردن. وقتی آدم بازداشت میشه تا در این همش من مثال میزنم تا در اون شرایط قرار نگیریم قابل درک شاید نباشه. مثلا برفرض خود من قبل از اینکه بازداشت بشم، خب پای صحبت بسیاری از کسانی که بازداشت شده بودن و تجربه داشتن نشسته بودم و به اصطلاح داستانهای مختلفی در مورد این قضیه شنیده بودم، اما هرگز اون تصوری که در ذهن من بود قابل درک نبود. یه چیزی بود که به اصطلاح به عنوان کسی که ناظره داره میشنوه، از کسی فقط میشنیدیم. وقتی به زندان، وقتی بازداشت شدم، عملا لمس کردم اون چه که اونها میگفتند رو. در مورد شرایطی که در بازداشتگاه برای آدم فراهم میکنم و به خصوص برای خود من، واقعیت اینه که من در یک عبارت اگه بخوام بگم آزمون تلخ زنده بگوری بود. خوبه که اون لحظه اول رو خدمتتون عرض بکنم. من قبل از اینکه بازداشت بشم یک مقاله نوشته بودم به نام اتاق معجزه در مورد همین اعترافگیری. وقتی که منو به اتاق بازجویی بردن با چشم بسته و دست بسته، یک صدایی به من گفت که میدونی کجا هستی؟
you're a tough. Look behind, so the light will make me blind. A sort of sad, but it aches in my eyes. Sort of true, and I yearn for life. So it is, none of it seems on your way. And I yearn for three. So myself getting twice as strong. Beautiful hours, twice as long. But await yours, twice as hard. With fears and troubles, twice as fair. The strange shoes of lonely days. And grab them to see their black eyes. Feel to get too much. This world is this. Seen a pain blown out of fashion. If you're blind, wouldn't you fear any kind of confession? Wouldn't you fear if you're blind, wouldn't you fear any kind of confession? Is what do you want? I sell you the curtains of your choice. I bring you twilight, soft and gray. Your eyes and thoughts, they rest all day. Your views, they won't distress my mind. I'm getting outside of your plight. Thank you.